پارلمان اروپا به اتفاق آرا در اجلاس رسمی در استراسبورگ. 10 اکتبر 2013 18 مهر 1992 پارلمان اروپا حمله به کمپ اشرف در اول سپتامبر توسط نیروهای عراقی را شدیداً محکوم می کند. این حمله منجر به کشته شدن 52 پناهنده ایرانی و ربوده شدن 7 تن از ساکنان شامل 6 زن گردید. به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم اشتون، این باور وجود دارد که گروگان‌ها در بغداد نگهداری می‌شوند و پارلمان اروپا برای آزادی بلاد رنگ و بی قید و شرط آنها فراخوان می‌دهد. امروز پنجشنبه 10 اکتبر 18 مهر ماه پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ فرانسه قطعنامه ای را تحت عنوان خشونت در عراق به تصویب رساند که از سوی تمامی گروه های سیاسی در پارلمان اروپا امضا و ارائه شده بود. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در مقدمه خود تمامی قطعنامه های قبلی پارلمان اروپا درباره عراق و به ویژه درباره حقوق گروه‌های اقلیت در این کشور و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی عراق و سندهای مختلف بین‌المللی و اروپایی را مورد تأکید قرار داده است که از جمله شامل این اسناد می‌باشد. قطعنامه مصوب 17 ژانویه 2013 درباره توافق مشارکت و همکاری بین اتحادیه اروپا و عراق. گزارش خاورمیانه گروه بحران بین المللی شماره 144 مورخ 14 اوت 2013 تحت عنوان سنی های عراق و حکومت. بیانیه دبیر کل ملل متحد در 29 ژوئیه 2013 که از رهبران عراق می خواهد این کشور را از نقطه سقوط برگردانند. قطعنامه مصوب همچنین بیانیه اول سپتامبر دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون درباره حوادث تراژیک در کمپ اشرف که 52 کشته به جای گذاشت. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در مواد اصلی خود درباره اشرف تاکید می‌کند پارلمان اروپا حمله به کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013 توسط نیروهای عراقی را شدیداً محکوم می‌کند. این حمله منجر به کشته شدن 52 پناهنده ایرانی و ربوده شدن 7 تن از ساکنان شامل 6 زن گردید. به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم اشتون، این باور وجود دارد که آنها در بغداد نگهداری می‌شوند و پارلمان اروپا برای آزادی بلاد رنگ و بی قید و شرط آنها فراخوان می‌دهد و از تلاش هیئت مساعدت ملل متحد برای عراق یونامی برای انتقال 3000 تن از ساکنان به خارج از عراق حمایت می‌کند. We have seen recently the appalling massacre in Camp Ashraf. People with their hands handcuffed behind their back, shot brutally in the back of the head, executed. The wounded when they were taken to the clinic, executed there. 7 hostages, including 6 women, kidnapped. And there is no question at all that this was done by the Iraqi forces under the instructions of Prime Minister Nouri al-Maliki. I am, of course, talking about the September 1st horrible slaughtering of 52 unarmed Iranian refugees inside the camp. And this resolution is absolutely right in strongly condemning this attack. We've also seen what can only be described as a brutal massacre at Camp Ashraf, with 52 unarmed people killed and 7 taken hostages by Iraqi forces. Mr. Speaker, our resolution is dealing with many cruelties in Iraq, but the worst of them all is the attack to Camp Ashraf on the 1st of September. 52 innocent and unarmed Iranian refugees were executed. Women were particularly targeted. Only one woman survived and the rest were killed or kidnapped by Iraqi forces. We also strongly condemn the attack on Camp Ashraf on the 1st of September, which left 52 Iranian refugees dead
and the abduction of 7 residents, including 6 women, who I believe to be held in Baghdad. We call for their immediate and unconditional release. The brutal attack on Camp Ashraf last month was a clear evidence of this. 52 defenseless and unarmed refugees who had protected personal status were executed one by one by the Iraqi troops who were supposed to protect them. هفت‌نامه مسبب پارلمان اروپا با ابراز نگرانی شدید از رشد بی‌ثباتی در عراق از تمامی رهبران سیاسی عراقی و از تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی خواستار همکاری شده است تا به خشونت فرقه‌گرایانه و بی‌اعتمادی در عراق پایان داده شود. قطعنامه خاطر نشان می‌کند فقر و بیکاری و رکود اقتصادی و فقدان خدمات بنیادین بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و تظاهرات مسالمت‌آمیز که خواهان حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند با سرکوب بسیار سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی که از مجازات شدن هم معاف هستند روبرو می شود. این قطعنامه همچنین از تحقیقات کامل و سریع بین‌المللی درباره حملات تروریستی اخیر در منطقه حمایت کرده و از دولت عراق می‌خواهد تا به طور کامل با این تحقیقات همکاری کند تا آنهایی که مسئول حملات هستند به دست عدالت سپرده شوند. قطعنامه از رئیس پارلمان اروپا می‌خواهد تا این قطعنامه را به نایب رئیس کمیسیون اروپا، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و دفاعی، به شورای وزیران، کمیسیون اروپا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای حقوق بشر، به دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به دولت و مجلس نمایندگان عراق، دولت منطقه کردستان، دبیر کل سازمان ملل و شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه بدهد.